از وزای گنبد الا مرز چین 50 کیلومتر می باشد که در چند روز به این طرف دماز ما رساندیم سرکه. سفیر چین گفته است کار ساخت سرک دهلیز واخان به زودی تکمیل می شود. سرک ما عرضش 7 متر است و 50 کیلومتر تا مرز چین امتداد دارد. طرح و نقش اندازی این سرک مهم تجارتی افغانستان با چین توسط انجینران افغانستان شده است. امارت اسلامی خوشحال هستیم که سرک رساندن تا مرز چین سرک وصل شده است. این سرک مهم تجارتی بین چین و افغانستان به هزینه مالی افغانستان ساخته می شود. شورای ابریشم از همینجا و چین وصل می گردد. محمد یونس آخونزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، در دیدار با ژاو شینگ سفیر چین از تکمیل شدن کار ساخت سرک واخان در آینده نزدیک خبر داده است. امارت اسلامی خوشحال هستیم که سرک رساندن تا مرز چین سرک وصل شده است. محمد یونس آخونزاده، سرپرست وزارت انکشاف دهات افغانستان گفته است چند پیش امیر المؤمنین به وزارت فواید عامه هدایت داد تا این سرک را از بدخشان تا سرحد چین که 470 کیلومتر می شود را به گونه اساسی بازسازی کند و کار آن به زودی تکمیل می شود. اما وظیفه انکشاف دهات این است که تا سرحد چین و نقطه صفری سرک را به گونه جغل اندازی بازسازی کند. آقای آخونزاده همچنان سرک واخان چین را بسیار با اهمیت می داند و می افزاید که با وصل سرک واخان به چین تحول بزرگ در رشد اقتصادی افغانستان به میان خواهد آمد. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افزوده است که یک سرک با ارزش اقتصادی زیاد است و این سرک بسیار بزرگ است، راه‌های دشوار گذر است. این راه برای ترانزیت هم استفاده خواهد شد. چین یک کشور اقتصادی است. با کشور ما یک پل ایجاد خواهد شد. با گفته او ساخت این شاهرا توسط انجینران مسلکی وزارت احیا و انکشاف دهات، نقشه برداری و دیزاین و سه تن آنان عملا در ساحه از جریان کار نظارت می کنند. از وزای گنبد الا مرز چین 50 کیلومتر می باشد که در چند روز به این طرف دماز ما رساندیم سرکه که تا 3 ماه آینده کار آن تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. هزینه مجموعی این پروژه علاوه با ترمیمات بعض نقاط آسیب دیده سرک پامیر خرد بیش از 369 میلیون و 579 هزار افغانی اعلان شده که از بودجه سرکسازی این وزارت پرداخت و توسط شورای انکشاف تطبیق می شود. سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان ساخت سرک واخان را در رشد اقتصادی دو کشور ارزنده خوانده است. با گفته نورالهادی عادل سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، سفیر چین در این دیدار نیز از ادامه همکاری های بیجینگ در بخش های تطبیق و توسعه پروژه های انکشافی و ساخت سرک واخان الاچین اطمینان داده است. نورالهادی عادل درباره این دیدار افزوده است کار راه تاریخی واخان تا سرحد چین به شکل خامه از سوی وزارت انکشاف دهات امارت اسلامی جریان دارد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی نیز گفته است که رهبران امارت اسلامی در راستای توسعه مناسبات اقتصادی کشور گام‌های مهم برداشته و تلاش می‌کنند تا راه‌های مختلف ترانزیتی را ایجاد کنند. با گفته مجاهد با ساخت این سرک روابط تجارتی افغانستان گسترش خواهد یافت. سخنگوی امارت اسلامی پیش از این نیز ساخت و ساز دهلیز واخان با چین، آغاز کار عملی پروژه افغان ترانس و استخراج معادن بیشتر در کشور را از اهداف بزرگ امارت اسلامی در سال 1403 خوانده بود.
سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت امارات اسلامی نیز گفته است که دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم میان افغانستان و چین میتواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش دهد و همچنان مسیر مطمئن برای ترانزیت کالاهای دو کشور میباشد. نوردین عزیزی افزوده است که حکومت امارات اسلامی برای گشایش این دهلیز آمادگی دارد و از دولت چین خواسته است که آنان را در این راستا همکاری کنند و این دوان را سرعت ببخشند. شورای ابریشم از همینجا به چین وصل می‌گردد. محمد یونس مومن، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفته است که افغانستان یک کشور واقع در خشکی است و ضرورت دارد که با همه همسایه های خود، به ویژه همسایه هایی که از لحاظ اقتصادی اهمیت بلند دارد، روابط خود را تقویت کند. بنابراین به خاطر تأمین روابط، دهلیز واخان یک راه مهم و استراتژیک است. آگاهان، سرمایه گذاری چین را در بخش های زیربنایی و انکشاف در افغانستان از بهر ایجاد فرصت های کار سودمند می دانند. با گفته آگاهان، مسائل اقتصادی در صورتی که کار ساخت این پروژه پیگیری شود و جدی مدیریت شود، نتایج فوق‌العاده را به بار می آورد و باورمندی های داخلی و منطقه‌ای را ایجاد می کند. در حقیقت افغانستان با منطقه وصل می کند و افغانستان را به حیث یک پل که وصل کننده چهار گوشه آسیا است تبارز می دهد. ولسوالی واخان افغانستان در ارتفاعات ولایت بدخشان قرار دارد. شرایط آب و هوای سرد و برفی است. با گفته وزارت فواید عامه، به همین دلیل کار ساخت این جاده به کندی پیش می رود. وزارت فواید عامه افغانستان گفته است که مسیر واخان نه تنها یک راه کوه میان چین و افغانستان است که از طریق آن مواد اولیه و تولیدات دو کشور نیز تبادله خواهد شد. علاوه بر آن، به گردشگران برای رسیدن به پارک ملی واخان نیز کمک می کند. ولسوالی واخان بدخشان در سال 1393 با عنوان دومین پارک ملی افغانستان معرفی شد. واخان یکی از مناطق بکر و دست نخورده در دنیا است. دهلیز واخان در ری باریک در کوههای مرتفع در شرق ولایت بدخشان است. واخان اکنون نیز یکی از مناطق مورد علاقه گردشگران خارجی است که در میمان خانه های کوچک محلی در منطقه واخان ازشان پذیرایی می کنند.